مسافر زمان شدم تا در کهن‌دیار تفرش هنر معماری گذشتگان را شاهد باشم. شهری هزار ساله در دل خاک. هست در خانه عمو احمد چاهی و زیر چاه بازاری، چهار سوقی، چهار رسته دکان، قلعه‌ای، خانه‌های بسیاری. این کهنسال شهر زیر زمین یادگاری است از حمله مغولان. دستکند زیرزمینی تفرش. این دستکند از سده پنجم هجری قمری دوره سلجوقی تا دوره صفوی مورد استفاده قرار گرفته. وسط این شهر زیرزمینی 200 هکتار و درست زیر شهر کنونی تفرش قرار داره. در قالب سه طبقه شکل گرفته و این طبقات خود شامل راهروهایی میشه و راهروهایی که با استفاده از چاه‌ها به هم ارتباط دارن و این چاه‌ها هستن که ارتباط بین طبقات را طبقات بالا و طبقات پایین رو برقرار می‌کنن. کلنگ نمی‌زنن، فقط مثلا این خاک دستی رو دست. اینا رو انتقال میدن بالا، یه دفعه مسیر باز میشه. ویژگی منحصر به فرد این دستکند چگونگی دسترسی به آب و حرکت در بین طبقات و ارتباط فضایی در زیر زمینه. یه بخشی از فضایی که کاوش شده و در قالب یک چهار صفه است، چون یک اتاق اینور داره، یک اتاق اینور داره و یک راهروی اینوری. این چاه دسترسی به طبقه پایینیه. در فصل اول کاوشی که در سال 98 اینجا انجام شده، در همین محل فضاهایی در قالب 7 طبقه شناسایی شده. و کاربردهای این میراث ماندگار. احتمال اولیه ما اینه که این فضاها در ارتباط با پرستشگاه قبل از اسلام مورد استفاده قرار گرفتن و بعدها در حمله مغول قطعاً به معنی پناهگاه بر در اختیار مردم تفرش بوده. کاوش اینجا خیلی سخت بوده، درسته؟ بسیار سخت بوده، بله. یه حمله خاک به برون بردن خاک به واسه این بالابر و انتقال خاک تو راه راه قطعا کار سختیه. در دو فصل کاوش این دستکند دو راه دسترسی برای رسیدن به این شهر زیرزمینی وجود داره، یکی چاهی در اداره کل میراث فرهنگ شهرستان تفرش و دیگری مسیر قنات خشک شده در کنار این دستکنده. اینجا دقیقا کجا هست؟ این پایاب قنات دیاواره. دالانی که الان اومدیم داخلش دالان ورودی به پایاب بود و مجدداً طبقه میخوره میره دالان پایین تر که میخوره به اتاقک هایی که به ابعاد 3 در 4 حدود 12 متر هستن. اتاقایی که این مجموعه داره شاید از 12 متر مربع، بله، بیشتر تجاوز نمیکنه. معمولا تخم مرغی شکلن. در این کاوش هایی که انجام شده تعدادی چراغ پیسوز کشف شده که 3 تاش تقریبا سالم هست. شهرداری هم برای حفظ و احیای این دستکند در کنار میراث فرهنگی پا به میدان گذاشته. مبلغی که در دو فصل هزینه شده توسط شهرداری 600 میلیون تا به الان هزینه شده. چه این همه سال این بنا از بین نرفته. کسایی که بانیان اولیه و ایجاد کنندگان این فضاهان به یک شناخت اولیه رسیدن و این بافت سفت و کنگلومرایی را شناسایی کردند و میدونستن که فضا امکان ریزش نداره. اما خبر خوش این که در این شهر زیرزمینی هزار ساله به زودی به روی علاقه‌مندان باز میشه. نورپردازی و راه‌های دسترسی طبقات که انجام بشه، شهر زیرزمینی آماده بهره برداری میشه برای بازدید علاقه‌مندان. حالا میشه گفت شهر تفرش میتونه بهشت باستان شناسی در زمینه دستکند باشه. با ورود به این دستکند میتونیم به قرون گذشته سفر کنیم و با نبوغ معماری ایران در گذشته بیشتر آشنا بشیم. پاکدل، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان تفرش.